رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودیاکتی. من علی هم امروز اومدیم با ترجمه ریاکشن خارجی و به ترک مجنون شهر از سورنا. برو بریم. Welcome back my friends from Iran here on my channel. I want to make a reaction for Ali Sorena finally. و چیزی که در مورد کوجاک جالبه اینه که هیچ وقت با علی سورنا ریاکشن نرفته. و یه مسئله هم که بگم در مورد ترک بوسه یهودا، اگه ترجمهشو میخواید، یعنی من منتظرم که فقط واکنشا ریاکشن ها رو بگیرن خارجی یا ترجمهشو واسهتون بذارم. در این مورد که مثلا خیلی سوال پرسیدن که چرا اونو نمیذارید، دارم میگم که منتظریم ریاکشن بگیرن بعد بذاریم، چون مثل ریاکشن های خودمون نیستش که وایسیم مثلا تا ترک بیاد ترجمه ریاکشن بگیریم. این بندگان خدا باید بگیرن و ما واسه تون ترجمهشو بزنیم. بریم ادامه ویدیو. علی سورنا مجنون این شهر. این ترک جزو ترک های مورد علاقه منه، یعنی واقعا جزو ترک هایی که خیلی گوشش دادم. هلوهش مثلا چند سالی هست شاید گوش نداده باشم، ولی جزو ترک هایی بوده که خیلی باش حال کردم، خیلی باش حس گرفتم و زیاد گوشش دادم. ترک فوق‌العاده‌ای واقعا. بگو راست، بگو چپ، بگو داغ، بگو سرد، بگو شاد، بگو تخت، بگو باد، بگو برف، بگو لات، بگو رد، بگو این دیوونه است، بگو دید به چی زد، بگو میخ، بگو نل، بگو بیا پایین تر، پایین 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 تر، بگو بیا پایین تر. He's come on some aggressive thing. و چیزی که خوبه اینه که این بنده خدا الان سابتایتل داره، یعنی یه دونه ترجمه انگلیسی زیرش هست، کاملا نگاه میکنه و متوجه متن ترک میشه. کجاک چیزی که بود اینه که ترجمه فارسی داشت، یعنی زیرنویس فارسی داشتش فقط. بگو بیا پوینتر، پوینتر پوین شهر، دلم میخواست روز بود، همه چی دروغ بود، دود نبود، دود شاه دود بود، منم دلم میخواست ننم با بابام با هم خوب کنن. Okay, I feel you. منم شاد باشم، منم دلم میخواست صبح خواب باشم، بدون فکر به دوای شب، شرط میبندم حرفای تو با حرفای من و لبای تو با لبای من و شبای تو با شبای من پر فرقن. منم دلم میخواست دونه کسی رو نگیره، کبوترم بیاد، منم دلم میخواست شکستن شکسته بود، علف نبود سبزه بود. من اون زمان که گوش بدم، اون زمان مثلا میگفتش علف نبود سبزه بود، نمیفهمیدم منظورش چیه. الان که یه ذره سنمون رفته بالاتر کاملا متوجه داستان میشیم. نفه بود نبود نگر نیستن نموند ازم هیچ نه توی اوچه لذتم عروسکم میشکست. واقعا هم هیچ وقت متوجه این مصرع نشدم. نه مصرع نه، آره مصرع اسمش فکر میکنم. هیچ وقت متوجه این نشدم توی اوج لذتم عروسکم میشکست. همیشه فکرهای پلیدی داشتم در مورد این یه دونه مصرع، ولی واقعا هیچ وقت نفهمیدم منظورش چیه. آسمون رو دیدم وقتی از زمین زدم، من خستم، دستم به بسترین قسم است، کسافتم و خبرم همینم که هستم، حتما تو بهترین، منم بدترین بدم، نه با افتابم میچنگم، از این سکتونی میترسم، میخوام بکنم برم با افکارم میچنگم، خیال نکن تو شهر من حل بادم میکردن، حواسم نبود حتی تا شلوارم میکندن، با دستم میساختم راه لعنتی رو، با حسرت میساختم مسیر رو میرفتم، هر چکی رو خوردم صدام در نیومد، تا زنده هم هستم تو هستم. اینجا رسیدیم به بهترین قسمت ترک، واقعا اینجا بهترین قسمت ترکه. مثل مرگ معرفت مرد و مردن مرام و مرفین و مرد مست الکل، یه جرم جنایت جنگ جنگ را جنون جسارت جبون جنم یعنی هفت نون 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 توی صفر نبود کور خوندون که میگفت میشه تموم به وحشیانه تر این بخورد به ولی اما اگر به این مردم نه نه قبه های نو پوش تظاهر به دلسوزی به کهنه پوشا. در مورد این یه بیت هم باید بگم که یه تیکه به پوریا پوتک بود، چون اون زمان پوریا پوتک تو چنل تلگرامش در مورد مثلا حمایت از آرتیستای نسل یکی و فلان و الو بلو اینا چیز وایس میگرفت، یعنی یادم مثلا اولوش 13 دقیقه، اون زمانم عاشق عدد 13 بود، 13 دقیقه وایس میگرفت. من اون زمانم پوریا پوتک رو دنبال میکردم، جزو آرتیستایی بود که واقعا دوستش داشتم. الان با کاراش آنچنان حال نمیکنم، ولی اون زمان خیلی ترکای معرکه‌ای میبستش.
و این یه تیکه تیکه به پوریا پوتک بود که پوریا پوتک هم توی یه ترکش توی آلبوم خودکشی بود فکر میکنم، خودکشی یک، گفتش که اصلا من یه ننه قهوه نوپوشم، که دقیقا سخن با علی سورنا بود. نه ننه قهوه های نوپوش تظاهر به دلسوزی به کهنه پوشا، که شروع یه شب توی شهر که گنزد به نفس کل روزات، هنوزم یه حرکتی هست، هیپ هاپ و یه افخطی هست، راه رفته راه مونده بازم، من هنوزم تو این زمین کار مونده دارم. و اول هر کدوم از حرفایی که گفت، یعنی هر حرفی که گفت و جمع کنی با هم میشه مجنون شهر، و فکر کن هفت خط واقعا میشه علی سورنا. مثلا پوری و چه میدونم دوکی و فلان اینا که میان ادعای هفت خطی میکنن بهشون نمیرسه، هر جوری بخوای حساب کنی بهشون نمیرسه، به علی سورنا ولی میرسه، تا صبح میرسه. مجنون شهر یعنی خود من، مدیون رپ یعنی خود من، چیزی جز اینایی که میگم ندیدم، تو اینجوری نباش ولی من همینم، راه من قشنگ نیست تو رد پام نباش، ازم یه قهرمان نساز، نگو کی شمرده موزایگای کف راه و کی چیره خوری برده، کی عقاس دق میکرده کی چه گوی خورده، خوب نگاه کن دیگه بارون نمیاد، دلم داغه ولی دارو نمیخوام، دنیا همون نمیداد آروم نمیذاشت، فقط بلد بود کونه وارونه میداد. منظورش اینجا این بود که کونمون میذاشت، کونه وارونه میداد. خیلی قشنگ بود اینا، یعنی کلن لفظای قوی تو این ترک به نظر من استفاده کرد، مال آلبوم آوار، واقعا آلبوم معرکه‌ای بود واسه زمان خودش. من الانم که الانم مثلا بعضی ترکاشو گوش میدم، پیرمرد چی شده مثلا مال اون بود، چه میدونم، خود ترک آوار عالی بود، همین مجنون شهر معرکه بود. یاد نگرفتم ندب رو داشته باشم، اما مطمئنم واسه یه تو خیلی خوبن افا، اینجا خوشحالم از اینکه لات دار اومدم، این حرومی ها همش شاکی هن از افام، آتشون رو دیدم از کدوم به سادشون، پیر و حروم زادشون از نرد و مادشون، میخورن میخوابن میخوابن میخورن، واسشون برج میکنن میسازن میسازن میکنن، واسشون میکنن میکنن میخونم ازشون هر اتفاقی که باعث یه تیکه ترکم خیلی درد داره، واقعا این یه تیکش خیلی درد داره، وایسه بزنم عقب‌تر. خونم ازشون هر اتفاقی که باعث حضور دردمه، کثافت صدای من کثافت شهرمه، مهم نیست بردن مهم نیست بهترین شدن بدون جرأت، مهم نیست فرصت مهم نیست هر روز یادتر شدن عقدت توی حس قدرت، مهم نیست دشمن به هم بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف بگو لاف بگو رد بگو این دیوونه است واسه من مهم نیست گفتت. کجا کم زیرنویس داشت، الان دیدم کجا کم زیرنویس داشت، این خیلی خوبه، ولی صحبت نکردم وسط ویدیو، میدونی دنبال این بودن که به نظر من متن ترک رو بفهمن، چون ترک خیلی ترک سنگینیه، واقعا ترک دپ و سنگینیه، خیلی واقعا باید فکر کنی روش تا مثلا مفهومشو بگیری، و هر کسی هم به نظر من نمیتونه با این ترک حال کنه، جزو ترکایی که من خودم به شخص خیلی دوستش دارم. Oh, he's fast, he's fast, he was buzzing, yo. Went pretty much in the background, we had no drums for almost a minute, so that was really, that has really the strength, because you could see that just his voice, nothing else, conveys such power. خب رفقا، ویدیو امروزم تموم شد، ترجمه ریاکشن خارجی ها به ترک مجنون شهر از علی سورنا رو داشتیم، امیدوارم کارو دوست داشته باشید، جزو ترک هایی که به شخص من میپرستمش، یعنی واقعا ترک خیلی معرکه‌ایه. و یه نکته‌ای هم که آخر ویدیو کجا که گفتش این بود که میدونی یه حالت شعرمانند داره، بیشتر مثلا موسیقی نیستش، چون خیلی قسمت از ترک بود که وایس نبود، چیز بیت نداشتش، فقط وکال علی سورنا بود، و جزو ترک های معرکه این بشره، یعنی من واقعا این ترک رو خیلی دوست دارم، امیدوارم شما هم کارو دوست داشته باشید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، عشق دلید، چاکریم، فعلا.